یکی دیگر از شخصیت هایی که چندی قبل به ایران مسافرت کرد و به زندان افتاد امروز مهمان من هست. ما درباره در واقع تجربه زندان ایشون و همینطور نظرات ایشون در حدی که فرصت ما اجازه بدهد بحث و گفتگو خواهیم کرد. خانم ها، آقایان، آقای علی شاکری. آقای شاکری، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون از اینکه ما رو در اجازه خدمتتون باشید. خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که شما دعوت من رو قبول کردید. انقلابی‌گری بر اندیشه همه ما و جنبش اون زمان حاکم بود. من در این مورد، من حدود 25 ساله که به جریان اندیشه رفرمیسم اصلاحات در واقع نه اساسا 25 سال پیش اون زمان اصلاحات نبود، اصلاحات از درون حاکمیت شروع میشه. من قبل از اینکه اصلاحات در درون حاکمیت باشه، تقریبا حدود 25 سال پیش به اندیشه رفرمیز به ایران برگشتم و صریح و پوسکنده به جناب به اصطلاح وابستگان آقای بازرگان گفتم I owe you one، یعنی من نسبت به اون انقلابیگری خودم در اون راه به نظر من نسبت به شما نه فقط برتریت نداشتم، شما ایران. پس از 400 آخرین بار که به ایران رفتید کی بود؟ آخرین باری که من به ایران رفتم، سفری کردم در سال 1386 نوروز برای دیدن مادرم که خیلی مریض بود و یک سوم وزنش از دست داده بود و تقریبا میدونستیم که جریان جدی است و من بیتابی کردم و به ایران که رفتم، پس از ملاقات و اینا در خود روز 12 فروردین ایشون 1386 فوت کرد و بعد من در 8 ماه می موقعی که داشتم برمیگشتم در فرودگاه مهرآباد، موقع خروج از ایران، پس از اون که مالیات و غیره و همین رو داده بودیم، چی میگن خروجی رو مهر هم زده بودند و اینا، ما رو چند نفر به ما، من صف بودم که برم سوار هواپیما بشم. من گفتم تشریف بیارید این ور، امکان داره تشابه اسمی باشه. این اصطلاح رو یه مدت به گوشم نخورده بود، باش آشنا نبودم. بعد که کشیدم کنار، دیدم که 4-5 نفر وایسادند و ما رو به زیر زمین فرودگاه مهرآباد بردند و پس از بازجویی ها و گشتن چمدون ها و این ها، من حدود و مصادره کردن تمام نوارها و مصاحبه‌ای که من داشتم و انجام داده بودم به خاطر نوشتن کتاب تعامل، یعنی کامپرومایز، یعنی دیل کردن، یعنی معامله کردن، که به ضعف در بین ایرانی ها، چون این پدیده رو بیش از 10 سال جستجو می کردم که اینم ضعفش چیه. این مصاحبه‌ای که با سرشناسان ایران از مذهبی، هنری، دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کرده بودم، اینا رو همه رو مصادره کردن و بنده رو به بند 209 در 140 روز در اون اتاق تنهایی 2×3 متر بردنتون زندان انفرادی؟ بله، من 140 روز دو بار 2 تا 12 روز هم اتاق داشتم. یکی 12 روز قبل از آزادیم بود، یکی 12 روز بعد از 2 ماه دستگیری، اول 114 روز رو در انفرادی کامل بدون داشتن دستشویی در درون با در سن 59 سالگی در اون بندی که حق صدا کردن نداری، حق حرف زدن نداری، حق در زدن نداری. سلول انفرادی 2 متر در 3 متر، یک سوراخی بود به حدود مثلا 30 سانت 40 سانت، از اون مقوا رو بیرون مینداختی و اون نگهبانی که نشسته بود هر وقت که دید یا میدید و وقتش میکرد میومد میگفت چه میخوایی؟ مثلا میخواستی بری دستشویی، چشمتو میبستن و یه بردن دستشویی. و بعد یعنی هیچ کس ما در راه رو حق دیدن هم دیگه نداشتیم. یعنی اگه شما دور جون در سلول بغل دستی من بودید، 10 سالم بودید، من و شما هیچ که هم دیگه رو در 209 نمیدیدیم، چون 209 زندان امنیتی است و به اصطلاح های پروفایل میگن آمریکایی‌ها. و در اونجا برای امنیتی های اقتصادی و امنیتی های سیاسی است و این رو بیشتر تنهایی رو به خاطر شکستن میخواد. هیچ وکیل که من نداشتم، حق تماس نداشتم، حق ملاقات نداشتم، در تنهایی محض فقط بعد از چند روز 3 روز اجازه دادن که من زنگ بزنم و بگم که کجام، چون همسر من در فرودگاه و 2 تا پسرم که هر دوشون وکیل هستن در آمریکا،
اینا در فرودگاه منتظر من بودن. وقتی که من اونجا نرسیدم به پلیس بین‌المللی گزارش کردن، لذا پلیس بین‌المللی دنبال من میگشت که پیدا کنه چه برای به سر من آورده اومده، آیا اون هواپیمای انگلیسی ما رو نرسونده یا هواپیمای ایرانی ما رو نرسونده. چی هواپیمای انگلیسی اسمش یادم رفت، بریتیش ایرویز، نه اون یکی دیگه بود، نمیدونم. به هر صورت هواپیما بعد تحقیقات میکردن، لذا بعد از 3 روز یا 4 روز اجازه دادن که من در چند دقیقه به خانمم بگم که من دستگیر شدم ولی شما بیرون بگید که من در فرانسه‌ام. اینم بهتون گفتن که اینجور بگید؟ بله، من وقتی که دفاع میکردم در تلویزیون‌های گوناگون آمریکایی در دفاع از حقوق خانم صابری، این سوال رو هم NPR از من کرد، در پاسخ گفتم که ایشون هم گفته بود به دوست پسرش آقای قبادی نامزدش گفته بود من رفتم زاهدان، بنده هم مجبور شدم بگم که من رفتم فرانسه. بنام 55 بار بازجویی و اینا ایرانی آمریکایی ها بسیار مظنون بودن. 3 دوره گرفتن. سال 85 اگر یادتونه جان بگلو رو اینا رو گرفتن، سال 86 ما رو گرفتن، سال 87 دیگران رو گرفتن. که 3-4 نفر میگرفتن. این 3-4 نفری که گرفتن اون زمان، چه خانم خاله اسفندیاری گرفته، چه خانم عظیما، چه آقای رامین، اصلا ما همدیگه خبر نداشتیم، اصلا همدیگه رو نمیشناختیم. من در طول عمرم نه اینا رو دیدم و نه بعد از زندان و قبل از زندان. ولی متاسفانه اینا سعی میکردن زمینه ای رو ایجاد بکنند، زمینه رابطه جنبش مداراجوی ایران با خارج، و اون وقت دنبال رابطه های خارج میگشتن که این پروژه رو پر کنن. ما قربانیان اون پروژه بودیم، پروژه از بیخبر، پروژه مثل من و بقیه عزیزانی که نام بردم، همه اون ضد جنگ بودیم، همه اون طرفدار اصلاح تدریجی ممکن بودیم بعدن که کاوش کردم، همه اون نافی خشونت و اعتراض براندازی خشونت بار در ایران بودیم. مشکل اینا این بود که حالا که جنگ طلبایی مثل بوش قادر نیستن کاری در ایران بکنن، خطر عمده جنبش اصلاح طلبی ایرانه، و به خاطر این ماها، از جمله خود من، چون من در هیچ انتخاباتی از سال 1376 تا حالا نبوده که رأی ندم، اینا احساس میکردن این جریانی که به اصلاح تدریجی ممکن با اندیشه های به اصطلاح باز، اندیشه های مدرن سعی میکنه که تنفسی به جامعه بده، این خطر بزرگ براندازی کنونی است. و ما رو به این دلیل، همه ما رو در بازجویی ها طوری تحقیقات میکردن، بعدا فهمیدم که فکر میکردن که ما تو گویی از خارج اومدیم با یک کوله باری برای بتا. بازجویی ها دائما عوض میشدن دیگه، نه؟ یا یک بازجو بود؟ 50 و خورده بار. همش پیرامون پدیده توته های غرب و تینک تنک ها برای براندازی ایران، و به شما آنچنان درکی میدادن که تو گویی ناخودآگاه یا خودآگاه، intentional or unintentional، شما ملبه دست قدرتی بودید که شما رو فرستاده برای واژگونی نظام.